فلک گر نشنود فریاد ما را، نبیند یک صدا ما و شما را، نه امسال و نه تنها سال دیگر، که ده ها سال و صد ها سال دیگر. بدان ای هموطن بس روشن و فاش، همین است این، همین کاسه، همین آش. به طرحی نو ز ایران جاودان خانه می سازیم، ز هر سلول زندان اوین گلخانه می سازیم. دوباره می سازم از وطن، اگرچه با خشت جان خیش. صبح همه همیهنان در سرتاسر جهان به خیر، و همینطور عصر شما و شب شما در هر کجای این جهان بزرگ که میبینید من رو، مسعود صدر، و همینطور میشنوید صدای من رو از طریق برنامه اشک‌ها و لبخندها و همینطور از طریق شبکه سرتاسری و جهانی تلویزیون پارس، تمنا میکنم که سلام و درود و احترام من رو بپذیرید. با یک هفته غیبت، هفته گذشته که در خدمتتون نبودم، که در این مورد حتما توضیح خواهم داد، اولا من عید بزرگ روش هاشانه، عید سال نو همیهنان بسیار عالی قدر یهودی خودم رو با تمام وجود و احترام به اونها تبریک میگم و براشون آرزوی بهترین ها رو به خصوص در سال نو با تمام وجودم دارم. لازم است که به اطلاعاتون برسونم که امروز برنامه من به جای یک ساعت و نیم حدود یک ساعت پخش خواهد شد، و دلیلش هم خواهش، تمنا و درخواست های مکرر و پی در پی آقای مهندس شجر است در ارتباط با در اختیار گذاشتن نیم ساعت این برنامه به آقای ایمان فروتن و برنامه که امروز به طور مفصلی برای برنامه خودشون دارن، و براشون آرزوی موفقیت میکنم. من در ابتدا مایل هستم که برگردم برم به هفته گذشته. هفته گذشته خدمتون نبودم و بنا به دعوت یک انجمن و یا یک سمینار یا به عبارت یک کنفرانس بسیار بزرگ ادبی و فرهنگی 100% مربوط به ایران و ایرانی به شیکاگو مسافرت کرده بودم. یک سمینار بسیار بسیار مفصل و بزرگی که تصور میکنم که در هفته گذشته آنطوری که شایسته بود توسط همکار بسیار عزیز و گرامی ما جناب آقای میبودی توضیحات مفصل در ارتباط با این کنفرانس و یا این سمینار بسیار مفصل، و اینکه میگم مفصل مفصل واقعا منظم، یکی از سمینارهایی که نظیر اون شاید در تاریخ 30 سال گذشته ما، در تمام طول تاریخ این 30 سال گذشته ما که به عناوین مختلف سمینارها و یا گروههایی تشکیل شد برای انجام اهداف مختلف، شاید یکی از متفاوت‌ترین گردهمایی‌های پرمعنایی بود که من شاهد اون بودم، که به تفصیل سعی می‌کنم که از موقعیت استفاده کنم و آن چیزی که به شایستگی در ارتباط با این گردهمایی عظیم فرهنگی و 100% ایرانی ما بود رو برسون خواهم رسون. گرچه همینطوری که عرض کردم تصور میکنم که آقای میبودی آنطوری که شایسته بود در ارتباط با جزئیات این سمینار پربار و پرکیفیت ما اشارات مبسوطی در طول 2-3 برنامه گذشته خودشون کردند، ولی خب طبیعی است که دلیلی نداره که من هم ادامه‌گر صحبت‌های ایشون در ارتباط با این سمینار نباشم و خدمتتون عرض کنم که این سمینار اولا در نهایت توسط همیهنان بسیار پرقدر و ارزشمند بهایی ما تشکیل شده بود، همون جماعتی که در طول 160 سال گذشته بزرگترین ضربه ها و بزرگترین، میخوام بگم بیشترین ظلم ها به اونها روا شد و انجام شد متاسفانه. و امروز وقتی که ما با درایت و با دقت به آن چیزی که گذشت و آن چیزی که من به عنوان یک ایرانی و یک کسی که امروز چشمهام رو بهتر و بیشتر از گذشته باز کردم
و به گذشته خودم نگاه میکنم و به تاریخ با توجه به همه افتخاراتی که در طول تاریخ نصیب ما شد، اما نقاط بسیار تاریخی هم وجود داشت که در این لحظه من هم به عنوان یک ایرانی و آن چیزی که امروز به عنوان واقعیت میبینم، نه به عنوان تبلیغ امروز برای جامعه بهای ما، برای اینکه نیازی به تبلیغ نیست، بایستی که رفت، بایستی که دید، بایستی که سر در این دروازه ها و درها و دریچه ها کرد و واقعیت رو آنطوری که درست هست واقعا دید و به شایستگی قضاوت کرد. من شرمسار هستم از آن چیزی که در طول 160 سال گذشته در ارتباط با ما ایرانی ها و همینطور هممیهنان دیگر ما که به هر حال دیانت بهایی رو به دلایلی برای خودشون انتخاب کرده بودند و اونطور مورد بی‌عدالتی هممیهنان ما و ایرانیان واقع شدند، اینجاست که گاهی اوقات این نقاط سیاه تاریخ ما باعث شرمساری و سرفکندگی است، در این حالی که زمانی که گفتم چشم باز میکنیم و با درایت و با دقت بیشتر به آن چیزی که بدهکار هستیم. به قول آقای میبودی، این که میگم آقای میبودی چقدر خوب فرمودند در ارتباط با هرچه بیشتر دقت با درایت سخن گفتن، در ارتباط با یک در حقیقت طبقه انصاف، یک میزان عدالت، عدالتی که ما سالیان سال اون میزانش رو از دست داده بودیم. وقتی که ما به این کنفرانس رفتیم، البته من اولین بار نبود، من دومین باری بود که در سمینار بسیار پربار و بسیار ارزشمند هممیهنانی که با تمام وجودشون به نام ایران و فقط به خاطر ایران و فرهنگ ایران و تاریخ ایران این سمینارها رو تشکیل داده بودند، پارسال هم دعوت داشتم و توفیق داشتم که در شهر لندن کشور انگلستان حضور پیدا کنم و بارها عرض کردم که با کوله باری هرچه پربارتر برگردم به طرف شهر خودم لس‌آنجلس و جایی که زندگی میکنم و گزارشگر آن چیزی که در ارتباط با اخلاق، با انسانیت، با وجود، با تربیت و با یک سری از کیفیت‌هایی که متاسفانه ما به اون کمتر توجه کرده بودیم باشم. و امسال با توجه به سمیناری که در شهر مباشی در شیکاگو انجام شد و یک جمعیتی که از میخوام بگم که بین 3500 نفر تا 5000 نفر که یک شب به 5000 نفر رسید و اون نظم و اون انضباط و اون واقعیت و مرکز ثقلی که به نام ایران بود و به نام فرهنگ ایران بود، با حضور دانشمندان، فرهیختگان و اساتید بسیار ارجمند بهایی و غیر بهایی که انجام شد، البته واقعا برای من دیگه از این لحظه، نه از این لحظه، مدت هاست که معنایی نداره که بگم اقلیت، بگم بهایی، بگم زرتشتی، بگم یهودی، به هیچ وجه، به هیچ وجه. من زمانی که با ایرانیانی مواجه میشم که تحت تأثیر و تحت عنوان ادیان مختلف و عناوین اینچنانی برها تقسیم بندی شدند و این تقسیم بندی غلط رو بسیاری از ما در طول تاریخ متاسفانه با اشتباه باش روبرو شدیم و این اقلیت‌ها رو به عنوان اقلیت، در صورتی که اقلیتی وجود نداره، همه ما ایرانی هستیم. و جالب اینه که دیروز زمانی که من به عنوان تشکر و سپاس با یکی از پیشکسوتان این گروه تلفنی صحبت می‌کردم، سرکار خانم بسیار بسیار بزرگوار و خوشنامی که و تحصیل کرده‌ای که و یک ایرانی تمام عیاری که زمانی که باز من احساس و ابراز شرمساری میکردم به خاطر اون همه ظلم و ستمی که در طول 160 سال به این هممیهنان پاک و خوشدل ما واقعا و با اخلاق ما و انسان ما روا رفت، به من مطلبی گفتن. چقدر جالب بود، چقدر باز استفاده کردم و آموختم. واقعا فراموش نکنید، باز حتما تاکید میکنم که به هیچ وجه امروز برنامه من و قصد من کردیت و اعتبار بیش از حد و اندازه‌ای مطلقا به جامعه بهای ما نیست، بلکه من امروز باره قشری از هممیهنان خودمون که ایرانی هستند و چنان سنگ ایران رو با تمام ظلم و ستمی که به اونها رفت بر سینه میکوبن که من احساس هم خجالت میکنم، هم احساس افتخار میکنم به یک چنین هممیهنانی که امروز چشم من رو بازتر کردن به عنوان، میدونم عده‌ای هستن که الان دارن به من چپ چپ نگاه میکنن میگن آقای صد شما چرا؟ البته من